سلام، درس 18 رو شروع میکنیم به عنوان سپورت، ورزش. درس بسیار ساده ای هست، چیز نکته خیلی خاصی در این درس نیست. منظورم از خاص این سخت باشه، اگر نه نکات به درد بخور خوب زیاد داره. خب، some sports whose names you may not know. بعضی از ورزش ها که ممکنه اسمشون شما نشنیده باشید، مثلا هنگ گلایدینگ، سوار کایت سواری. چون هنگ دیگه آویزونه، از اینجا به این میگن هنگ گلایدینگ. تن پین و یا بولینگ. تن پین چون ده تا از اینها میکارن، و یا بولینگ. فنسینگ به این نوع شمشیر بازی میگن، شمشیر بازی اروپاییه در واقع. شو جامپینگ، در واقع اسب سواری نمایشی که میبینی از موانع و اینا میپرن رو بهش میگیم شو جامپینگ. ویند سرفینگ که همون موج سواری هست ولی با این سبکش، یعنی با این قایق‌های بادبانی این مدلی. سنوبوردینگ که سنوبورد هست مشخصه. سکوبا دایوینگ به معنی غواصی. سنوکر، پول و یا بیلیارد. یادتون باشه که این اس آخرش حتما باید باشه. اینا اسمای مختلف بیلیارد هستن. البته سنوکر در واقع و پول بازی های مختلفی هستند که در بیلیارد هستن. بیلیارد ترم کلی تریه براش. موتور ریسینگ، دقت کنید که در انگلیسی بریتانیایی به ماشین میتونید بگید موتور، موتور ریسینگ، و مثلا به راننده میگن موتوریست. موتور ریسینگ در واقع به اتومبیل رانی میگن. و آرچری به معنی کمانگیری هست. اما وسایلی که باشون استفاده میکنیم، اکویپمنت، what you hold in your hand، چیزی که تو دستتون میگیرید. گولف کلاب، به اون چوب گولف به اون میگن کلاب. در ورزش‌های مثل سکواش، تنس، بدمینتون از راکت استفاده میکنید، راکت دارید. در دارتس دقت کنید که این اس آخرش حتما باید باشه. دارتس، به دارت، به ورزش دارت میگیم دارتس. دارت میشه اون در واقع دارتا، دونه چی بهش میگیم، مثلا تیرای سه تا دونه بهتون میدن دیگه، اونو پرت میکنین، به اونا میگیم دات. آرچری، کمانگیری، از بو استفاده میکنیم، کمان. در کریکت، تیبل تنیس و بیسبول، در این سه تا ورزش به اون چوبی که دستشون هست یا راکت به اون میگن بات. آیس هاکی و فیلد هاکی که روی یخ، یکی روی چمنه، به اون چوب میگن ستیک. در سنوکر، پول و بیلیارد، یعنی همون به طور کلی در بیلیارد بهش میگن کیو، به چوب، به این چوب بلندی که دستشونه. کانوینگ قایقرانیه دیگه، قایق کانو، بهش میگن پدل یا پارو. روینگ اینم شکل دیگری از قایقرانی هست. اصلا نگاه کنید تو ورزش قایقرانی این دوتا رشته است دیگه، بهش میگن روینگ و کانو. البته مدل های دیگه کایاک و اینا هم داره. او به اون در واقع پاروی، یه پاروی کوچیکتری داره، معمولا یه دستشون میزنن تا فرم کنه. او که تو انگلیسی امریکایی این آرش رو تلفظ میکنن دیگه. اور. فیشینگ، ماهیگیری، که بهش میگیم یا راد یا لاین، قلابو به اون وسیله ماهیگیری. اما اتلتیکس دقت کنید که به دو میدانی میگن. این در واقع رشته ایست متشکل از، نمیدونم، فکر کنم حلوش 20 تا مثلا رشته داره، 20 تا 22 تا رشته داره دیگه اگه اشتباه نکنم. اتلتیکس. دیسکس پرتاب دیسک هست، که همین یه چیز کوچولویی که میبینید برای آقایون 2 کیلو وزنشه، برای خانم‌ها 1 کیلو، یعنی پرتابش واقعا سخته. و پرتاب رو هم میگیم ثرو. جاولین،
جاولین پرتاب نیزه است، میبینید خود نیزه. های جمپ پرش ارتفاع، لانگ جمپ پرش طول. اینو بگم بعد این یکی پول وولت پرش با نیزه، پول همین نیزه هست. و جیمناستیکس، جیمناستیکس دقت کنید که جیمناستیکس، بیلیاردز، داتس، اینا همه اسای آخرشون باید باشه، اینا رو ور ندارید. خود اتلتیکس اساشون رو جان اندازید. She's a great sprinter. Sprinter. Sprinter به دونده سرعت میگه. یعنی حالا تو فکر کنم که زیر 400 متر رو سرعت میگن دیگه در سابقه. He's a great long distance runner. Long distance runner دونده مسافت های بلند. مثلا هولوش 5000 متر اینجا نوشته. He's doing a marathon next month. Marathon و یا انگلیسی امریکایی با آه marathon یا همچین حالتی که میشه ماراتون. ماراتون ها دیگه از لانگ دیستنس هم بزرگترن. یعنی مثلا 30 کیلومتر 40 کیلومتر یا همچین چیز. اما بخش چهارم competition in sport رقابت در ورزش. خب کالکیشن های خوبی داریم، فقط یادتون باشه این درس رو ما در دوره اول کالکیشن تدریس کردیم. اونجا هم یک درس داریم که به نظرم اگر میخواید مرور کنید اینو با اون بخونید خیلی خوبه. She set a new Olympic record last year. To set a record یعنی رکورد به جا گذاشتن. این وسط هم میبینید این چیزیه که شما میتونید تغییرش بدید. Set a new world record مثلا یک رکورد جهانی جدید. بعدی He holds the record for the 100 meters breast stroke. Breast سینه، stroke شنای سینه یا همون کرال سینه. میگه که رکورد 100 متر دستشه. If somebody holds the record of something یا of something رکورد اون دستشه. England qualified for the World Cup but got knocked out in the third round. میگه انگلیس به مسابقات جهانی، به جام جهانی راه پیدا کرد، qualified شد، اما اوت شد، مسابقه افتاد بیرون، یعنی حذف شد. got knocked out. to get knocked out تو ورزش اگر بگیم یعنی حذف شدنه. in the third round تو دور سوم حذف شد. our team made it to the semi-final. و یا our team reached the semi-final. رسیدن به semi-final یعنی نیمه نهایی. امریکایی ها معمولاً این کلمات این مدلی semis با آی تلفظ میکنن، semi. یا مثلا anti-virus میگن anti-virus. حتی خب طبیعتاً همه نمیگن دیگه، ولی یه بخشیشون اینجوری هم تلفظ میکنن. اگر شنیدید بدونید براتون آشنا باشه. Our team made it to the semi-final, but then we were beaten. اما اونجا شکست خوردیم. Most sports are very competitive these days. خیلی از ورزش‌ها امروزه به شدت رقابتی هن. Competitive. دقت کنید که نمیگم competitive. Competitive. صدای A میده. ولی این یکی صدای A میده. Competition. جمله بعدی She felt proud as she held the trophy in her hands. Trophy در واقع اون کاپه، اون جامی که بهتون میده وقتی یه نفر قهرمان میشه میگیره، به اون میگن trophy. و players who disagree with the referee set a bad example to the spectators and to their fans. Referee به معنی داور هست. رفری، دقت کنید که استرسش روی این اف هست، رفری. و میگه کسایی که با داور مخالفت میکنن در واقع یک مثال بدی هستن، نمونه بدی میشن. برای چی؟ برای اسپکتیترز،
تماشاچی ها. تماشاچی های مسابقه رو میگن spectators و طرفداراشون. در واقع یک الگوی بد منظوره. اما بخش آخر people who do particular sports، کسایی که ورزش‌های به خصوص انجام میدن. ER معمولا ER پسوند اسم سازه دیگه. میگه ER can be used for many sports. For example footballer فوتبالیست، swimmer شناگر، etc. Player is often necessary. For example tennis player. یعنی تنیسور. Squash player. بازیکن اسکواش. Some names must be learnt separately. بعضی اسامی هم خب به خاطر اینکه یه اسم خواستن باید همینجوری یاد بگیری. مثلا canoeist. Canoeist کسی که سوار قایق کانو میشه دیگه. Mountaineer کوهنورد. Jockey این آدمه کسی که رو اسب میشینه. گوش این جاکی هست. آرچر کماندار و جیمنست جیمناستیک کار یا جیمناست. اما در بخش common mistakes توضیح داده که in British English the noun sport is used in the plural when it describes another noun. بسیار نکته مهمی. میگه در انگلیسی بریتانیایی کلمه sport که میبینید اسم دیگه the noun sport is used in the plural when it describes another noun. وقتی داره یک noun دیگه ای رو توصیف میکنه این به صورت جمع میاد. مثلا چی؟ The shop sells sports equipment. وسایل ورزشی میفروشه. However, you will hear the singular sport used before another noun in American English. تو خب میبینید انگلیسی امریکایی قوانین دست و پاگیر کمتری داره. میگه اما در انگلیسی امریکایی شما میشنوید که سپورت به صورت سینگلر قبل از اسامی دیگه میاد و این از چیزایی که در تفاوت بریتیش و امریکن هست. خب درس سختی نیست، یه تعداد کالوکیشن خوب داره، حتما یاد بگیرید. باز توصیه میکنم درس مربوط به ورزش ها در کتاب کالوکیشن رو با این اگر مرور کنید بهره بیشتری میبرید. تمرین ها رو فراموش نکنید و اگر سوالی داشتید تو بخش کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعد.